درود بر شما، به فراسو خوش آمدید. فراسو برنامه تازه از ایران شهر است که در آن مهمترین موضوعات سیاسی ایران و مرتبط با ایران در سطح جهانی از نگاه این رسانه مورد بررسی قرار می گیرد. شیوه فراسو در بازخوانی وقایع و رویدادها، تحلیل و دقت در لایه‌های زیرین اخبار است. با ما همراه باشید. اما عناوین امشب برنامه فراسو: پناه بر مرده سیاسی، کرونا و ظلمی که بر پرستاران می رود، خودزنی به سبک جمهوری اسلامی. در چند روز گذشته سه پیام متفاوت از درون حکومت اسلامی واکنش های سیاسی زیادی مبنی بر تغییر رفتار رژیم برانگیخت. نخستین مورد تمایل اهل سیاست و عموماً مخالفان حکومت اسلامی رمزگشایی از حرف‌های ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی است که امام دوم شیعیان امام حسن را شجاع‌ترین شخصیت در تاریخ شیعه نامید، در حالی که همیشه در همه متون و فرهنگ مذهبی شیعه امام حسین به خاطر ماجرای کربلا شجاع‌ترین نامیده می‌شد. هدف خامنه‌ای از این کلمات که از روی یک سخنرانی قدیمیش در حساب توییترش نقش بسته، به معنای نرمش قهرمانانه بزرگی که در راه خواهد بود تلقی شده است. اینکه خامنه ای و هر فرد مذهبی و آخوند دیگر آموزه‌هایش برگرفته از تاریخ و اسطوره‌های شیعه است و در هر تحلیل و نظری به آن الگوها نظر دارند، حرف تازه‌ای نیست. موضوع این است که خامنه ای چرا در این موقعیت به شجاعت امام حسن اقتدا کرده، جای گمان زنی را باز گذاشته است. آنچه که در این رویکرد خامنه ای میتوان بدان دقت داشت، نه تغییر دیدگاه او، بلکه تغییر شرایطی است که او را به طور تاکتیکی به بازنشر حرفهای قدیمیش واداشته. تاکتیکی فرصت طلبانه که شرایط سخت شکننده جمهوری اسلامی او را از الگوی انقلابی به نماد مصلحت جو کشانده است. اتفاق بعدی پیشنهاد علی ربیعی سخنگوی دولت بود که بدون هیچ پیش شرطی آمادگی جمهوری اسلامی را برای گفتگو جهت آزادی و مبادله زندانیان با آمریکا را مطرح کرد، هرچند دولت آمریکا آن را جدی نگرفته و تاکنون در این باره رسما اظهار نظر نکرده. اما در همین حدی که سخنگوی حکومت اسلامی از آن سخن گفته، حتی اگر وضعیت کرونا سبب این شده باشد، پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط جمهوری اسلامی در نوع خود تازگی دارد. با در نظر داشتن این وضعیت میتوان گفت حرف خامنه ای در پازل رویدادها مسیر نرمش قهرمانانه را نشان میدهد. در این میان سخنان منتشر شده محمد خاتمی در قالب ویدیو با اینکه پیامی همسو با موضوع دیگر دارد، اما از اهمیت واکاوی بیشتری برخوردار است. هرگاه حکومت او را از پستو بیرون می‌کشد، معنایش آن است که رژیم در بن‌بست گرفتار آمده و حکومت به عوام فریبی شخص خاتمی نیازمند است. شاید هنوز عده‌ای از اصلاح طلبان درون حکومتی از روی ناچاری به مرده سیاسی به نام محمد خاتمی دخیل ببندند و او را که سالهاست نمایش لبخند و خنده بر چهره اش خشکیده، رهبر خود بدانند. در این وضعیت حکومت درمانده هم از زور بی کسی بخواهد بختش را روی او تست کند. خاتمی هم برخلاف گفته اش در ویدیو که میگوید برای کسب قدرت تلاش نمی کند، به خوبی میداند که بقای رژیم محبوبش قدرت او هم خواهد بود. خاتمی در این ویدیوی کوتاه که از سوی اصلاح طلبان پخش گردیده گفته است که وضعیت از هر جهت بحرانی است و باید تا دیر نشده کاری کرد. منظور او از کار نجات جمهوری اسلامی از فروپاشی یا فرو رفتن به بحرانی بدون بازگشت و کنترل است. اما او خبیثانه میگوید که یک طرف بحران خود مردم هستند که با رفتار اعتراضی خود حکومت را به واکنش سرکوب وامی دارد. او طبق معمول همه سالهایی که در قدرت و خارج از قدرت بود، جرأت ندارد و یا نمیخواهد که حکومت اسلامی را به طور مستقیم مورد نقد قرار دهد. خاتمی دهانش را معمولاً برای حقوق مردم میبندد و مگر آنکه برای حکومت احساس خطر کند خودی نشان میدهد. او تا کنون یک بار از کشتار مردم در ماه آبان که گفته می شود تا 1500 نفر و عموماً جوانان در آن کشته شدند، سخن نگفته و از حق مردم حرف نزده است. اما چه شده که او حالا از همبستگی ملی حرف می زند؟
واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی در تداوم اپیدمی کرونا و یا پس از آن با بحران‌های شدید و اعتراض‌های گسترده مردمی روبرو خواهد شد. نظام اسلامی در حال حاضر از خیلی جهات در بنبست بی‌سابقه‌ای در عرصه‌های کلان کشورداری گرفتار آمده و می‌خواهد شانس بقای خود را با سبک و سنگین کردن گزینه‌های متعدد به رژیم بسنجد. ظاهر شدن محمد خاتمی در برابر دوربین هرچند غیر رسمی از همین جهت است، اما او به رغم اینکه میگوید تا دیر نشده باید کاری کرد، به خوبی میداند که دیر شده است و هیچ شخص معتقدی به رژیم اسلامی نمیتواند بار دیگر منجی این نظام باشد. 12 ماه می روز جهانی پرستار بود. ارزش انسانی این گروه درمانی در همه جای جهان در این زمانه پاندمیک کرونا بیش از همیشه مورد توجه و قدردانی است. اما در ایران وضعیت به گونه ای دیگر است. پرستاران در حکومت اسلامی نه تنها با کمترین تجهیزات با مرگ دست و پنجه نرم می کنند، بلکه با تبعیض حقوقی، جنسیتی، ناامنی شغلی و با قطع حقوق چند ماهه روبرو اند. وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی پیش از فرارسیدن اپیدمی کرونا به دلیل نیازمندی پرستاران بیکار را به کار فراخواند، اما حاضر نیست این نیروی پرتلاش را استخدام و یا با افزایش حقوق تحت پوشش قرار دهد. وزارت بهداشت و بیمارستان‌های خصوصی می‌خواهند با سوء استفاده از پرستاران از آنان به عنوان گوشت دم توپ برای مقابله با ویروس کرونا استفاده کنند. وزارت بهداشت پس از جذب پرستاران بیکار، بازنشسته و نیز دانشجوی سال آخر پرستاری، آنها را با قراردادهای 89 به کار کشانده است تا مسئولیتی در برابر هر اتفاقی که برای آنان بیفتد نداشته باشد. خانه پرستار کشور در اعتراض به این قرارداد وزارت کشور آن را استثمار نیروی کار می‌داند و می‌گوید پرستاران در حال حاضر در بین کارکنان دولت پایین ترین حقوق را دریافت می کنند. حتی از معلم ها هم پایین تر حقوق می گیرند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، 70% نیروی شاغل بهداشت و درمان در دنیا را زنان تشکیل می دهند. آمار پرستاران زن در ایران اما به 90% می رسد. دلیل کثرت آماری پرستاران در ایران نسبت به میانگین جهانی به این دلیل نیست که وزارت بهداشت به اشتغال آفرینی برای زنان بیشتر توجه دارد، بلکه درست برعکس، ناشی از سودورزی و تبعیض است که هم از نظر پرداخت حقوق ماهیانه اندک تبعیض جنسیتی علیه آنان را هم به همراه دارد. در حال حاضر ایران متناسب با جمعیت خود از نظر استاندارد جهانی 290,000 نیروی پرستار کم دارد. با این وجود یکی از معضلات این گروه درمانی در همین دوره کرونا جدا از اجحاف و استثمار اخراج آنان از کار است. اتفاقی عجیب که رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در نامه خود به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت پرستاران اخراجی و برخورد با مراکز درمانی متخلف شده است. در نامه او آمده است اخراج پرستاران در زمان شیوع کرونا در کشور را اقدامی عجیب و کاملا غیر منتظره می دانیم. او می گوید تعدادی از بیمارستان‌ها نیروهای پرستاری خود را به بهانه‌های واهی مانند عوارض ناشی از کرونا تعدیل یا اخراج کرده اند، اما در واقع ترس از مبتلا شدن پرستاران به کرونا نیست، بلکه به خاطر سود بیشتر سازمان‌های خصوصی است. رئیس سازمان نظام پرستاری گفته است این اخراج‌ها در بیمارستان‌هایی صورت می‌گیرد که به خاطر تلاش و کوشش پرستاران و به مدد تعرفه‌های سنگین و چند برابری خدمات و مراقبت‌های سلامت میلیاردها تومان سود و درآمد سهامداران و مسئولان آنها بیشتر شده است. همه این تبعیض‌ها علیه پرستاران کشور در حالی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت و بیمارستان‌های خصوصی حاضر نیستند نیازمندی‌های اولیه مثل تجهیزات حفاظتی کادر درمانی خود را فراهم کنند. بنا به نوشته روزنامه لوموند، یک پزشک در یک بیمارستان دولتی در تهران گفته است که با حقوق ماهیانه اندکی که می‌گیرد باید لباس محافظ، ماسک و دستکش را خودش بخرد، چون بیمارستان به اندازه کافی ذخیره ندارد و خرید این وسایل برای او روزانه تقریبا 227,000 تومان یعنی حدود 15 یورو هزینه دارد. از این رو پزشکان و پرستاران بیش از هر قشری در معرض کرونا و خطر مرگ قرار دارند.
تا جایی که طبق آمار منتشر شده تا 16 فروردین ماه 99 نفر از پزشکان و کادر درمانی کشور درگذشته اند. این در حالی است که دولت اسلامی به دلیل رشد آمار مرگ کادر درمانی از اواسط فروردین ماه جلوی خبر مرگ آنان را در کشور گرفت و مانع از اطلاع رسانی در این زمینه شده است. با وجود مشکلات متعدد پرستاران مثل حقوق اندک، دیرکرد پرداخت حقوق ماهیانه، عدم امنیت شغلی و تهدید امنیت جانی با وجود کرونا، تاکنون حتی یک مقام بلندپایه کشور از خواسته های پرستاران و ارتقاء سطح وضعیت شغلی و درآمدی آنان سخن نگفته است. خامنه ای که بر بالاترین نقطه مقام حکومتی در جمهوری اسلامی تکیه زده، تنها یک بار با هزینه کردن تنها چند کلمه سمبولیک غیر مادی گفت جان باختگان کادر درمان کشور شهید خدمت محسوب می شوند. پس از تعارف خشک و خالی، او چشمش را بر واقعیت زندگی پرستاران و کادر درمانی کشور بست و حاضر نشد از وضعیت مشقت بار آنان در این زمانه سخت سخن بگوید. از جمله رویدادهایی که اتفاق آن به تازگی موجب حیرت و در این حال مورد تمسخر مردم ایران و مقام‌های کشورهای منطقه گردید، خودزنی ارتش جمهوری اسلامی در خلیج فارس است که با شلیک موشک از سوی ناوچه جماران به ناوچه خودی جان 19 جوان نیروی دریایی را گرفت و 15 نفر از پرسنل ناوچه را روانه بیمارستان کرد. موشک زنی به مواضع خودی که رژیم اسلامی آن را خطای انسانی می نامد، طی چند ماه گذشته برای دومین بار است که فاجعه می آفریند. بار اول توسط سپاه پاسداران به صورت غیر قابل باور در آسمان تهران هواپیمای مسافربری هدف دو موشک قرار گرفت و فاجعه‌ای بین المللی اتفاق افتاد. این حادثه با وجود پیگیری‌های چند کشور از جمله اوکراین صاحب هواپیما و کانادا دارای بیشترین شهروند در میان مسافران، چگونگی واقعه هنوز به دلیل پس ندادن جعبه سیاه از سوی جمهوری اسلامی ناروشن مانده است. در هر دوی این اتفاقات فاجعه بار بر خطای انسانی، یعنی خطای غیر عمدی، تاکید شده است. اتفاقی که در جهان امروز از منظر اشتباه و خطای انسانی غیر قابل قبول و رخداد آن در حد صفر است. این خودزنی ارتش در خلیج فارس و موشک زدن سپاه به هواپیمای مسافربری جدا از خسارات جانی و مالی از این جهت قابل بررسی است که خطای انسانی در چنین آزمون‌هایی از طرف چه کس یا کسانی صورت می‌گیرد؟ در کشوری که نیروهای انسانی نخبه اش به کشورهای دیگر فرار می‌کنند و گفته می‌شود ایران جمهوری اسلامی بزرگترین صادرکننده مغزهای متفکر به جهان است، آیا وارد شدگان به مراکز علمی و مقرهای فرماندهی ارتش و سپاه کسانی نیستند که بدون قابلیت علمی و دانش فنی بر مسند نشسته اند؟ بیشک این نیمه پنهان اتفاقهای ناگواری است که در حوزه‌های مختلف نظامی و اقتصادی و مدیریت سیاسی کشور مرتب در حال وقوع است و هیچ فردی در رأس امور از شایستگی علمی و تخصصی در جایگاهش برخوردار نیست. نمونه خیلی واضح این عقب ماندگی علمی و تحصیلی را مدتی قبل سلامی، رئیس سپاه پاسداران و جمعی از سرداران سپاه با نمایش یک دستگاه ابتدایی که گفتند کرونا یاب است به نمایش گذاشتند. فردی جائل با یک بشقاب مسخره چنان عقل این سرداران بی سواد را به بازی گرفت که همگی در برابر دوربین حاضر شدند تا با شتاب زدگی اختراعی بزرگ را به نام سپاه ثبت کنند که جز آبروریزی چیزی آیدشان نکرد. همه این فرو رفتن‌های کشور در بحران‌های عمیق و درماندگی سکانداران نظام در بهبود وضعیت کشور، از گستردگی فقر عمومی گرفته تا فساد مالی و اخلاقی مدیران و رهبران کشور، از همین فقر فکری و بیدانشی ناشی می شود. با این وضعیت طبیعی است که انواع خطاهای انسانی و رخدادهای تلخ تابعی از یک سیستم ناکارآمد، درمانده و فاسد باشد. تا یک جابجایی و تغییر بزرگ صورت نگیرد و حکومتی با معیار مبتنی بر ارزش‌های ملی ایرانی، سکولار و باورمند به حضور شایستگان و نخبگان در عرصه‌های مدیریتی کشور فراهم نیاید، در همچنان بر پاشنه این خواهد چرخید که اکنون می‌چرخد. شما بیننده برنامه از مجموعه فراسو بودید. حضور، اظهار نظر و پیشنهاد شما
ما را به هم نزدیکتر می کند. اگر این برنامه را پسندیدید، لایک کردن را فراموش نکنید. منتظر برنامه های بعدی ما باشید.